افسوس که بی فایده فرسوده شدی و از داس سپهر سرنگون سوده شدی. در داو و ندامتا که تا چشم زدی، نابوده به کام خیش نابوده شدی. بتول سلیمانی خو با نام هنری پروین سلیمانی در 22 خرداد 1301 در شهر تهران دیده به جهان گشود. خانواده ای که پروین سلیمانی در آن به دنیا آمد، خانواده ای نسبتاً متعصب و مذهبی بودند و اصولاً با هنر سینما و تئاتر که به تازگی پا در کشور گذاشته بود میانه ای نداشتند، درست مثل اکثر خانواده های ایرانی در آن زمان. پروین سلیمانی تحصیلات خود را تا دریافت مدرک متوسطه یا دیپلم ادبی ادامه داد و از سال 1331 درست در سن 30 سالگی وارد عرصه هنر و بازیگری شد. ورود پروین سلیمانی به دنیای پر رمز راز هنر درست هنگامی بود که در آن زمان دید بدی نسبت به سینما و کلن هنر وجود داشت و مردم به این دست از افراد اهم از هنر پیشه و نوازنده و خواننده و غیره مطرب می گفتند و آنها را از خود می راندند. پروین سلیمانی هم که جز اولین زنانی بود که وارد عرصه بازیگری شد، با مخالفت شدید خانواده‌اش روبرو شد و از خانه پدریش طرد گردید و حتی مجبور شد تا نام خانوادگیش را از سلیمانی خو به سلیمانی تغییر دهد. او اولین بازی خود را در سال 1323 در تئاتر شهرزاد قصه‌گو انجام داده است و اولین فیلم سینمایی خیش را با نام گلنسا در سال 1331 بازی کرده است. Thank you.
بیای. من یک نفر رو تو این خونه کشتم. هیچ کس دلو نیاد، فقط بگذارید پرویز بیاد. بیاد ببینید که چطور بعد از 20 سال انتقام گلنسا رو گرفتم. پرویز من، پروین سلیمانی در تئاترهای زیادی از جمله هزار و یک شب و مرگ فروشنده ایفای نقش نمود و به گفته خود وی حضور در تئاترهای آن زمان هم مستلزم تحمل رنج‌های فراوانی بوده که تمرین تئاتر در یک اتاق تنگ و تاریک با یک چراغ زنبوری انجام می شده و هیچ وسیله عیاب و ذهابی برای رفت آمد هنرمندان در نظر گرفته نمی شده و هنرمندان به خاطر عشق و علاقه مفرطی که به کارشان داشتن زمستان و تابستان با پای پیاده راهی محلهای تمرین و اجرای تئاتر می شدند. وی یکی از کسانی بود که با تحمل رنج و مشقات فراوان توانست راه را برای ورود دیگر زنان به دنیای هنر باز کند. از جمله سریال های تلویزیونی پروین سلیمانی در پیش از انقلاب میتوان به موارد زیر اشاره نمود: خانه قمر خانم، دایی جان ناپلئون، قصه عشق و ببخشید. کدومی هستین؟ ناسلامتی امروز اینجا عروسی همه‌تون تابیدین تو اتاقتون. بیاین بیرون، بیرون دست خانم. همان خودتون فرستادش دنبال مطرب. اون رفت دنبال مطرب، بقیه کوشن مردن. ده بیاین بیرون، بیرون جون بکنین. آخه کجایی خدیجه؟ شاکر ده بیاین بیرون دیگه. ایوا قمر خانم جون، چرا بی خبر اومدین؟ زودتر معصوم خانم میفرستادین تا واسه اومدنتون اسفند و کندر دود کنین. مگه تو نمیدونستی که وقتی میرن همون 2 ساعت بعدش میان دیگه؟ قمر خانم جون عافیت باشه. آره بابا میبینه چیزی رو عافیت باشه. حالا که اومدم بیرون ماشین دارم منو بیارو بر نگاه میکنم. بابا حل حله نکشید، هورا نکشید، اسفند و کندر دود کنین. هورا هورا جانمی، هورا هورا هورا. والا عقل اون دیوونه بهتر از شماها. سوسک چهارم برنده شد، سوسک چهارم برنده شد. خانم آقا بلند شو برو چند تا از این در همسایه را خبر کن بیان اینجا یه بزنه به کوبی را بندازن. بهشون گفتم قمر خانم، ولی همه گفتن که کار دارن. غلط میکنن که کار دارن. باره بهشون بگو که اگه نیان آمیان میزنم تو سرشون برشون دارم. چه معنی داره خانم آقا جون؟ ما یه دونه صابخونه داریم، اونم یه دونه دختر داره. هر روز که عروسی نمی کنه. وا چشم قمر خانم. پروین سلیمانی همچنان پس از انقلاب نیست به فعالیت‌های هنریش ادامه داد و در بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌های بیادماندنی ایفای نقش نمود. آقای شانس، هنرپیشه، سلطان، مستجر، دیگه چه خبر، شب رویا، حالا چه شود، افسانه آه، سفر به خیر، لک لک ها، بگذار زندگی کنم، آن سوی آتش، زمان از دست رفته و غیره از جمله آثار سینمایی این هنرمند ارزنده در زمان بعد از انقلاب می باشد. Hee hee hee!
پیش بیا بیچو ببینمت. چه جوون خوشقد و بالایی، مدت هاست که انسان ندیده بودم. داخل بیا بیا، دیو خونه نیست، نه ترس. به نظر میاد راه درازی رو طی کردی، پیش بیا ببینم چی میخوای. من در پی دیو موتلایی هستم. از اون چی میخوای؟ ستاره موی طلایی اونو میخوام. به چه منظور ستاره موی طلایی دیوو میخوای؟ به چه دردت میخوره؟ اگه ستاره موی طلایی اونو با خودم نبرم همسرم از دستم میره. خب به من چی میرسه؟ تو که انتظار نداری بدون کمک من کاری از پیش ببری، داری؟ این تنها چیزیه که دارم، بیا اینو به تو میدم. توقع بی جایی داری. اگه دیو یا تو رو ببینه یه لقمه خوابت میکنه. با این حال من دلم برای تو میسوزه، چون جوونی. شاید راهی پیدا کنم که کمکت کنم. لاترنجی عجی، لاترنجی عجی. باید چی کار کردی؟ مگه من چی کار کردم؟ زود باش من رو به صورت اولم برگردم. گرنه زود باش. چرا این کار کردی؟ چرا؟ ولم کن، ولم کن. مگه من چی کار کردم؟ خودتو تو جیب من مخفی کنی. اینجا در امان خالی بوده. ولی من سه چیز رو میخوام بدونم. تو آروم و ساکت بمون. موقعی که من سه تا موی طلایی از سر دیو میکنم با دقت به حرفای اون گوش بده، جواب پرسشای خودتو ازش میگیری. دیگه چی میخوای؟ باشه ولی بدقولی نکنی. آخرین فیلم سینمایی پروین سلیمانی که در آن به هنر آفرینی پرداخت، فیلم سینمایی موش به کارگردانی شاهد احمدلو بود. هر رنگی رو بخوان خودشون میبرن اون میشه. اندازش هم مهم نیست که تن مردم میره یا نه، فقط میگن بپوش. آره آره منم پوشیدم. ما چه ساده بودیم که فکر میکردیم اینا بیان همه چی درست میشه. فتا همه پر درست میشه. اون از شرایط حکومت قبلی که پدر رو از ما گره. اونی که اینم از حالا رفت و پردا. اما تو هیچ وقت دختره رو تنها نزد. ماشینم خاکستر شد، تازه چیزی هم بده کار شد. یاد مامان بخیر. عروسم همیشه میگو از مهربونی صابخونه است که مهمون پرو میشه. حکایت ماست. داره میسوزه. چی میخندی؟ carry a valid driver's license, have a safe driving record, carry current auto insurance, and attend training sessions. Currently, there are over 9,000 volunteer drivers operating over... پروین سلیمانی
بعد از بازی در سریال تلویزیونی تعطیلات نوروزی که بسیار پربیننده بود، به خانم چنگالی معروف شده بود، چرا که در آن سریال در نقش زنی فضول ظاهر شده بود که همیشه چنگالی به دست داشت و با آن در خانه همه را باز می‌کرد. چند روز بمون؟ بله. عرض کنم خدمت شما اینجا اتاق شبی 500 تومان بدون آب و برق. 600 تومان با آب و برق، 650 تومان با تلفن. البته اگه تلفن کارتون داشت صداتون میکنی. بهتره یه سرش کنی 700 تومان بگیری، چون ممکنه ما از آفتاب هم استفاده کنیم. آقا ببخشید، شما بچه ما چند دارین؟ ببینید آقا، شما مثل این که دارین به ما پیله میخونین. نه قربان، این دفتر و کتاب که دیدم از این نظر پرسیدم، پس بفرمین اینا چی؟ این دفتر و کتاب مال خانومه که نوآموز. اوه نوآموزه. مبارکه انشالله. خیلی ممنون، اومدم اینجا یه خورده مشق بکنم. اتاق نشان آقا بده، قوانین موتیلم براشون بگو. پخت و پز ممنوعه، مصرف زیاد آب گرم ممنوعه، پنجره ها رو زیاد باز بذارین ممنوعه، شب دیر وقت به موتل بیاین ممنوعه، صبح زودم بخواین از موتل برین بیرون بازم ممنوعه. خلاصه تمام این چیزایی که گفتم ممنوعه دیگه. باز بفرمایید ما یه پتو بکشیم رو سرمون رو بخوابیم. دو دمم ممنون. دو جونه متوجه. آره بابا متوجه. چقدر پیله داره. پام درد گرفت. از پشت پنجره اتاق مردم دید زدنم ممنون. باشه چش. رسیدیم، حیزه بدین در وا کنه. ببخشین این کلید عوضیه، من برم یک کلید بیارم. با عزتون. برو خواهش میکنم. اینا رو بگیر ببینم. بگیر. ای صبر کن بابا. اوه چنگال. خانم چنگال بری. چنگال رو باشی چی آوردی اینجا؟ هنوز نیومده. صبر کن بابا. هنوز نیومده داری آبروی ما رو میبری خانو. دیدی واشو. بابا اینجا که خونه ما نیست. زشتی آبرو. بیا تو بابا بیا. همیشه این اصله ای ست هم روشه. این هنرمند پیشکسوت سینما و تلویزیون و تئاتر و دوبلاژ ایران یکی از افرادی بود که سالهای سال از رنج بی خانمانی و عدم توجه مسئولین به هنرمندان گلایه داشت، اما با این حال قلبی بسیار رئوف داشت و در بسیاری مراسم ها و جنگ های خیریه و غیره شرکت می کرد. سلام، قربون شما برم. گفتم خبرنگارم، گفت مریضم. گفتم با دکتر میام، فکری کرد و پذیرفت. خدمت برسیم. بله من تشریف دارم. و این شد که دکتر میرسیدی هم همراه ما شد برای دیدار از هنرمندی دلخسته که این روزها خانه نشین است. ما پیرزن بیریختا دختریامون هزار خواهون داشتیم. الحمدلله استخونه خوبی داریم. جان استخونه خوبی خوبی تو برنامه ریزی تو نیست و تو برنامه ریزی منه. من برنامه ریزیت میکنم. زودش بید برو بده. یلا زودش تونتون تونتون بیبشو یلا. پری روز بود. ببخشید با سلام. ایشالله که حالا همه تون خوب باشه. حال مهمونایی هم که امروز تشریف آوردن اینجا دونه دونه خوب باشه حالشون. من پروین سلیمانی هستم که معرف حضور همه هستم. همه میدونن. یعنی نمیدونم، شاید هم بعضی یادشون رفته باشم من. خب کاری نداره، یادتون میندازم. آره. من پروین سلیمانی هستم. مدت یه دفعه اینو
حمل بسن سالم نکنین. من 18 سالمه، از 18 سالم بالاتر نمیره. 65 سال بازیگرم، هنوزم نمیتونم خودم بازیگر حساب کنم. هنوزم فکر میکنم که شاید یک کسی هستم به نام بازیگر. آماتورم ننه، هم تو گدایی هم تو عالم هنر. تو با این چش کوله چجوری عاشق دختر من شدی لنجهور؟ خانم سلیمانی، یادتون هست چند تا سریال و فیلم سینمایی بازی کردین؟ بله، نزدیک 300. 300 تا، ماشاءالله. خانم سلیمانی، کدوم نقشتون رو از همه بیشتر دوست داشتین؟ هر کدومش یه نوعه، یه کار میکنه. این کمک اینه، این کمک اینه، این کمک اینه، همه به هم کمک میکنن. این است که آدم تمام نقش ها رو دوست داره. اولا من یکی از اونایی بودم که تا نقش رو دوست نداشتم کار نمیکردم، محال بود کار کنم، ولی وقتی دوست داشتم خب قشنگ کار میکردم. تا حالا با چنگال در خونه رو وا کردی؟ بله. به من میدونین که چی میگن خانم چنگالی. از وقت اون سریاله رو بازی کردم، سریال تعطیلات نوروزی بود. بله، تعطیلات نوروزی رو، بله، ماشاءالله شما یادتونه، جوونین دیگه. بیننده پرفاورسش بودیم خانم سلیمانی. پرفاورسش بودیم، متشکرم. شما اگه دوباره به دنیا بیان بازم همین شغل بازیگری رو انتخاب میکنیم؟ متاسفانه. چرا؟ یعنی که دوست دارم، مردم رو دوست دارم، نه اینکه شما فکر کنید بازیگری رو دوست دارم. مردم رو زیاد دوست دارم به خاطر اینکه بیشتر با مردم نزدیک. نمیتونم چه سالی ازدواج کردم، فقط میدونم که 3 تا بچه داشتم. از 3 فرزند خانم سلیمانی، پسر بزرگ او حسین فرهادپور رهبر ارکستر موسیقی در سال 82 درگذشت. پسر دوم او در بستر بیماری است و تنها دخترش سالهاست که در خارج از ایران زندگی میکنند. یه صحبتی بکنیم با این جوانایی که عشق بازیگری دارن، چه نصیحتی بهشون میکنین شما که ماشاءالله 65 سال تو این عرصه بودین؟ از اول سینما که من یادم تا الان که کار کردم شاید 10 نفر نبودن که با اون چیزی که میخواستن رسیدن. اگر با اون چیزی هم که خواستن رسیدن، باز یه کمبودی داشتن تو زندگیشون. این نیستش که شما فکر کنید که با پول و ثروت و نمیدونم موقعیت و نشون دادن اینا، نه، اینا زودگذره. با فقر زندگی کردم ولی با شرافت زندگی کردم. این برای من افتخاره که با شرافت زندگی کردن افتخار داره. صد ها فرشته بر آن دست بوسه میزنند، صد ها فرشته بر آن دست بوسه میزنند که از کار خلق یک گره بسته وا کنه. حالا شاید یه چیزی بخوام بهتون بگم، ناراحت نشینا، من اصولا عادت دارم که حرف بزنم، ولی میخوام بهتون بگم که شاید این آخرین باری باشه که دارم مصاحبه میکنم. شاید دیگه هیچ وقت مصاحبه نکنم، عمرم یعنی نباشه. ولی یک نفر نیمده بپرس حالمو که خانم سلیمانی، تو که 60 خورده این ساله داری کار میکنی، تو که مریضی، آره کسی پیدا شد تو رو دکتر ببره؟ ما باید بیام تو رو دکتر ببریم. ما از خانه سینما، از خانه هنرمندان، از دوستان، از همکاران، اونا باید بیان منو ببرن. من صاحب خونه من، منو نداره، با همسایه منو ببرن بیمارستان. درست میگم یا نه؟ ایناست که دل منو میسوزونه. میگم خب چه درد دل من بکنم؟ درد دل برای چی بکنم؟ برای چی آدم درد دل میکنه که دردشو بفهمن؟ من فریاد دارم، درد دارم، درد دارم، ولی هیچ کس نیمد بگه درد چیه. باز هم جای شکرش باقیه که خانم سلیمانی در خانه استیجاری زندگی میکنه، نه خانه سالمندان. خدا حافظ متعال. خدا حافظ مته.
وای مودی. پروین سلیمانی در ساعت 8 شب دوشنبه 12 خرداد ماه 1388 در 87 سالگی درگذشت و خانه ابدی او در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران می باشد. نامش جاودان و یادش گرامی.